من بهزاد بلور هستم. در سری برنامه های نون و نمک شما رو میبریم دیدن ایرانی های مهاجر در کشورهای مختلف دنیا که ببینیم تا چه حد به غذای ملیشون وفادار موندن و ناخونک هم میزنیم به کشور میزبان. اینجا کالیفرنیا است. تو این برنامه شما رو میبریم سر سفره ایرانی ها و آمریکایی ها که سالهای سال کنار هم زندگی میکنن در سان فرانسیسکو و لس آنجلس و هالیوود. این هفته غذامونو از دریا میگیریم، میریم مهمونی شام، سفره ایرانی آمریکایی و فست فود ها یا غذاهای فوری با شکر یا با نمک. نوش جان، نصف دنیا رو دور میزنیم تا به ایالت کالیفرنیا بریم، جایی که به سرزمین شیر و عسل معروفه، ولی اصلا نمیدونم چرا. حدود 1.5 میلیون ایرانی در این قسمت از آمریکا زندگی میکنن، از دکتر، دندونپزشک و وکیل گرفته تا استاد دانشگاه و حتی کمدین. تولید ناخالص ملی کالیفرنیا از خیلی از کشورهای دنیا بیشتره. در واقع این ایالت هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا رو داره. کالیفرنیایی ها به اندازه خوشگذرونیشون به خوراکشون هم اهمیت میدن. اما قبل از اینکه غذای محلی گیرم بیاد، باید برم غذا رو گیر بندازم. یار و یاور من در این دریا یک ناخدای زنه در سان فرانسیسکو. جان الان به ما نشون بده چطوری تومه رو بزنیم به نوک قلاب برای ماهیگیری. اوکی، ولی زندن اینا. Yeah, here's the bait we're using today is anchovy. یه دونه از این مایه بدبخت رو گرفت که تو پیتزا اینو میزنم به اسم آنچووی. تومه رو توی قلاب میزنی ولی مواظب باش که تو مغزش نره. اوکی، سو ویت اند یو گونا گت. حالا دیگه باید منتظر بمونی. موفق باشی به احسان. Yeah, thank you. حالا که قلابم تو آبه، باید بشینم و صبر کنم، منتظر بشم و صبر کنم، صبر کنم، صبر کنم. بریم کاپتان رو ببینیم، اون بالا نشسته. ناخدامون به وکی جکی معروفه، یعنی جکی خوله و 80 سالشه. هلو کاپتان. سلام، چطوری؟ Not bad, great. من امروز خیلی هیجان زدم چون داریم میریم ماهیگیری. چند سال ناخدایی؟ خیلی ساله، حدود 40 ساله که با قایق مسافر کشی میکنم. من عاشق اقیانوس، آب و ماهیم. میدونی انگار روی موج به دنیا اومدم. چطوری وارد ماهیگیری شدی؟ شوهرم منو به ماهیگیری برد و منم به دام ماهیگیری افتادم. چرا اسم می گذاشتن وکی جکی، یعنی جکی خوله؟ خب معلومه، چون خیلی کم پیش میاد که یه زن انقدر عاشق ماهیگیری باشه. من یه ماهی سیبتی 12.5 کیلویی رو که گرفته بودیم هی بوس میکردم. برادر شوهرم گفت این زن خوله، جکی خوله. از اون روز به بعد هم همه منو جکی خوله صدا میکنن، ولی شوهرم خیلی طرفدارمه. گرم صحبت شدیم، قلاب یادم رفت. ببینم که شانسم زده یا نه. مثل اینکه واقعا ماهی رو انداختن تو قلاب. ماهی هالیبت خوشمزه و خیلی گرونه. اگه میخواستم این ماهی رو بخرم باید $60 بابتش میدادم. با اولین قلابی که در زندگیم تو آب انداختم و ماهی گرفتم. حالا بریم یه جشن بگیریم. Thank you.
اینکه برگشتم به اسکله و خشکی، بازم دیدم همه جا پر از ماهی، البته در بازار ماهی سان فرانسیسکو. جکی یه رستوران خوب بهم نشون داد که ماهی رو برام بپزه. ببینیم سرآشپز این رستوران وینس کاپورو با این ماهی چی کار میکنه. سلام، چطوری؟ همه انای ماهی رو بپزید. آره به نظر خوب میاد. حالا این ماهی رو چطوری بپزید؟ همینطور که میبینید این ماهی تازه است و این خوبه که شما تازه اونو از آب گرفته باشید. خب حالا ما میریم که خیلی ساده اونو بپزیم. این نمک اینجا که پخشش میکنیم روی سطح ماهی، یکم فلفل سیاه هم بهش میزنیم، همینطور یکم روغن زیتون تازه. این به ماهی یه طعم خاصی میده و نمیذاره به سطح گریل بچسبه. و بعد ما اونو پهن میکنیم رو قسمت داغ گریل به این صورت. این غذایی که وینسنت گذاشت جلوی من یکی از غذای معروف سان فرانسیسکو، بهش میگن چاودر و توی نونی به اسم ساردو سروش میکنن که نون ترشه و اینم سوپ در اصل، یه سوپی با صدف، کرفس و این نوعش با گوجه فرنگی و پیازه. از غذای معروف اینجاست، خیلی از دور و بر میان فقط اینو بخورن. جوری درست شده که اصلا مزه غذای دریایی نمیده، اصلا انگار سوپ خیلی خوشمزه است. و اینم غذای اصلی ماست، ماهی که امروز از آب گرفتیم با زغال اینو کبابی کردن و با سیب زمینی سرخ کرده و سالاد کلم و مایونز می‌خورن. اینجا جزو رسومات آمریکایی هستش. حالا این ماهی رو مزه کنیم، ببینیم فلفل و نمکش چقدر چسبیده بهش. ذره نه بو داره، ولی محشر پر از مزه است. جاتون خالی. همه چیز این آمریکا بزرگه، کشورش، پرسای غذاش و ماشیناش. سان فرانسیسکو به خاطر یه چیز دیگه هم مشهوره، خیابوناش، خیابونای پرفراز و نشیبش. یکی از خیابونای معروف سان فرانسیسکو خیابون لامبارده یا خیابون مارپیچی که تو بعضی از فیلم‌های پلیسی دیده بودن. سان فرانسیسکو شهرش رو پشت سر گذاشتیم، داریم از این جاده های بیرون شهر میریم پشت کوه، جایی که مزرعه ها و زمین های سبز هست که با هواپیما میبینیم، اونجا داریم میریم. یه کشاورزی هست که یه قسمتی از ایران، قسمتی از ایران رو تو آمریکا کاشته، اینجا پشت کوه های سان فرانسیسکو. آقای حسین خداداد باغ درخت های میوه‌اش رو به من نشون داد. قسمت های مختلف ایران رو با هم ببینیم، درسته؟ درخت های شامل این که از همهش از شهرستان های ایران آورده. اینه که ملاحظه میکنین نارنگی بم کرمان که بهترین نوع با نارنگی در دنیا، هم از نظر مزه، هم از نظر طعم، هم از نظر ایرانی ها البته. بله، از نظر ایرانی. این گرفوت، این دیگه مال اینجاست دیگه، گریفوت تو سرخ ایرانه. تو سرخ مال اینجا نیست، توش قرمز مال ایرانه. خب اینجا که هست، اینم از خب اینجا هم هستش، ولی طعم و مزهش به این خوبی این نداره. خوبی اونم از گیر اینجا بهش میگن مدلر. ولی سفت ها حسابی میرسه، یه بیهاره زوده، یه بیسوده میرسه. عجب، من نمیستم از گیر اینجا هست. عجب، من به عمرم میوه به این عجیبی ندیده بودم. شبیه ریشه درخته. این چیه؟ این والا چندین اسم داره، بهش میگن بودا هند، یا دست بابا آدم، یا دست نوروز بابا نوئل، یا میگن دست حاجی فیروز. چندین نوع داره، ولی اینو خورد میکنن، مصرف میکنن، هم مرباش میکنن، هم توی سالاد میذارن. خیلی معطره. مال شهسوار. این یه بوی بین صابون و لیمو با هم میده، اصلا خیلی عجیبه. من با اجازه این مزه بکنم. بکنین لطفا. همش مزه پوست لیمو رو میده. بشه با قبیه من.
چه شد که از ایران اومدین کالیفرنیا آمریکا؟ ما اومدیم آمریکا، بچه‌مون رو بذاریم برگردیم، مصادف شد با انقلابی در ایران پیش اومد، نتونستیم برگردیم، اموالمون مصادره شد، حسون نیستمون رفت. اینجا تک تنها بودیم، اینجا 5 تا بچه خانم، باید فکر پولم هیچی نداشتیم، مجبور شدیم اینجا بریم کار بکنیم. آب و هوای آمریکا جور در میاد با این همه انواع مختلف میوه از ایران و خوشبختانه در آمریکا آب و هوای مختلف داره، در نقاط بیشتر 20 نو 30 نو آب و هوا داشته باشه، همه چی در اینجا به وجود بیان، همه چی. یه باغچه میوه و سبزیجات ایرانی رو از باغ آقای خداداد چیدم و رفتم یک مهمونی شام ایرانی. مهمون اومده، درود. به به، کد خدا، کوروش، خوبی؟ قربونت. کد بانو هم که اینجا هستن، سالونو شما خوبه؟ شما؟ خیلی ممنون. خیلی خانم. خیلی خوشبختم. خب پس خوشبختانه غذا رو میپزندی کد منو. چی داریم؟ خب سالاد بامیه داریم. که بعد میپزی میشه خورش بامیه دیگه. تقریبا ولی نه. شما قراره چی؟ من ماهی درست میکنم. بوشم گفتم میاد ولی مهم نیست. من برای شما هم نارنج آوردم از باغای دهات سان فرانسیسکو. خیلی خوب. آقا بیا چیزای دیگه داریم بو کنیم تا غذا آماده شه. بیا. آشا درود بهزاد. مهمونا توی ایوون و صابخونه تو آشپزخونه مشغول درست کردن غذای اون شب. اول سالاد ایرانی با محصولات کالیفرنیایی مثل گوجه فرنگی زرد و ریحان. با بامیه هم یک سالاد درست کردن که تا حالا ندیده بودم. بامیه سرخ کرده با گشنیز، پیاز و گوجه فرنگی. بقیه ماهی هم که صبح سید کرده بودم سرخ کردم با زعفران و لیموی تازه. با برنج وحشی آمریکایی همه آماده روی میز. اینجور خوراک دورگه آمریکای ایرانی میز نمیخواد، زانو میخواد که بشقاب بذاری روش و گرم صحبت و خوردن بشی. خیلی متشکرم شما، خیلی خوشمزه بود، ماهی عالی بود، ممنون سالمه. شما غذای آمریکای ایرانی رو زیاد با هم قاطی میکنین؟ مثلا یه خوره اینجور؟ راستش اگه وقت میشد من همیشه غذای ایرانی درست میکنم، ولی چون خیلی طول میکشه مجبوریم که یه جورایی قاطیش بکنیم دیگه. بنابراین بیشتر غذایی که میپزم از رو کتابه، غذایی که مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه، مثلا یه خورده طعم ایرانی داره ولی اونقدر طول نمیکشه. مثلا ماهی و برنج و از این چیز میزم. چطور شد که اومدین اینجا آمریکا؟ کوروش که اینجا زندگی میکرد، البته تو ایران به دنیا اومده ولی از بچگی اینجا بود. بعدش منم یه 2.5 سال تقریبا اینجا اومدم، چون با هم از لندن خریدمش. از طریق اینترنت با هم آشنا شدیم. بعدش اومدیم اینجا ازدواج کردیم. کوروش تو چطور اومدی؟ اومدم یه روز اومدم اینجا، دیدم چه هوا خوبه. رفتم پک کردم اومدم اینجا دیگه پمرگیدم. حالا از شمال کالیفرنیا میریم به جنوب کالیفرنیا، لس آنجلس، شهر ستاره های سینمای هالیوود و شهر ویلاهای پر زرق و برق بیورلی هیلز. آمریکا کشور راه و کاره، کار هم یعنی انجام کار و هم به معنی اتومبیل به زبان انگلیسی. مخصوصا لس آنجلس که الان توشیم، این جاده ها را آدرس به آدم میدن میگن برو همین بغل، ببینین جاده داره میره، ما هنوزم داریم میریم که برسیم به سر قرارمون. دست
شما رو بگیرم ببرم به محله عیون نشین و معروف بیولی هیلز تا چند از غذاهای معروف آمریکایی رو امتحان کنی و چه چیزی بهتر از صبحونه آمریکایی. میگم مهمترین غذای روز صبحونه است و در آمریکا هم صبحونه‌هاشون خیلی معروفه، یعنی اینجا میان بعد صبحونه‌هاشون می‌خورن، چون از کشورهای مختلف اینجا مهاجرت کردن و از هر کشور ترانه‌ایه. واسه همین سفارش بده. حالا هایدی سلام، چطوری؟ من بخیر، ثانکیو. میشه صبحونه دبش آمریکایی بهم بدی؟ و تصور کن با خانواده‌ام اینجا نشستم. برات صبحانه کامبو رو میارم که تخم مرغ، پنکیک و گوشت داره. بعد نون پنجره با توت جنگلی و حلیم گیاهی با یه کاپوچینو با شیر سویا. من به اندازه 10 نفر سفارشم برای 10 نفر آمریکایی. بریم آشپزخونه آشپزم چیکار میکنم با این غذا. یا بسم الله، صبونا اومد، عجب صبونه، فانتاستیک. خدای این صبونه بهشتی یا چیه؟ چقدر قشنگ اینا رو چیدم. ببین چند میرسن به یه غذا سر میز گذاشتن، زیباش میکنن. این حلیم گرمه که برخلاف حلیمای ما گوشت توش نیست، باید توش آجیل میریزن، میوه میریزن، چیزهای مختلف که خور مزه‌های مختلف توش باشه. سالاد میوه سرد، انبس، موز، کیوی، توت فرنگی و یه توتای جنگلی دارن که مال این ور دنیاست، بلوبری. توت آبی، چقدر خوشمزه است، ترش شیرینه. و وافل که ما تو ایران بعضی وقتا درست میگیم نون پنجره‌ای بهش، که این خوش میشه میشه ویفر. مال بلژیک اصلش. من اینو گذاشتم برای آخر و اینو با شیره درخت چناری که این ورا در میاد میخورن که شیره شیرینی هستش. و صبحونه معروف آمریکایی‌ها که بیکنه که گوشت خوک سرخ کرده است، شوره یه خورده دودیه و پنکیک معروف و البته تخم مرغشون که شبیه املت هست و نیست، بهش میگن سکرامبل، یعنی میزننش. و قهوه با شیر لوبیای سویا برای کسایی که به شیر آلرژی دارن مثل بنده. درست وسط لس آنجلس محله ایرانی وستفوده، یعنی همون تهران جلس. ایرانی ها چی میخورن؟ چی میخونن؟ کجا پرواز میکنن؟ مدل موشون چطوریه؟ فقط اینجا میشه فهمید، تو خیابون وستفود. ایرانیان لس آنجلس کتابخون هستن، مطابق بالای 30 تا 40 سال. پایین تر از این سنین معمولا زبان فارسی نمیدونن. ایرانی های ما بعد از 30 سال هنوز مواد غذایی ایرانی رو دوست دارن، حتی بچه هاشون. لواشک، آلوچه. یک سوم ایرانی هایی که به ایران میرن به خاطر دیدن فامیل خانواده، بقیه به خاطر آوردن پول املاک و چیز دارن به ایران میرن و برگردن. توی لس آنجلس موهای آشفته و همچین شلوغ پلوغ بوده، ولی خانم های ایرانی دوست دارن همچین شسته رفته باشه. وستفود مرکز ایرانی هاست در این پایتخت ایرانیان غربت نشین، یعنی همین لس آنجلس که من همیشه بهش میگم پایتخت ایرانیان غربت نشین، برای اینکه بیشتر از همه ایرانیان در خارج از کشور اگر در یک شهر باشن بیشتر در این لس آنجلس هستن و تعدادشون هم روز به روز داره بیشتر میشه، برای اینکه اینجا هم خوش آب و هواست، هم به هر حال به ایرانی ها خوش میگذره. شما اگر 10 سالم در این لس آنجلس باشین هیچ احتیاجی نداره انگلیسی صحبت کنید، چون همه ایرانی هستن، پزشکا ایرانی هستن، وکلا ایرانی هستن، مغازه‌دار ایرانی، کتابفروش ایرانی، همه ایرانی هستن. و وستفود مرکز، شاید 90% بیزنس هایی که در وستفود هست مربوط به ایرانی هاست. حتی رستوران های غیر ایرانی هم که اینجا هست متعلق به ایرانی هاست و اینه که مرکز ایرانی هاست. آفتابی ترین ایالت آمریکا کالیفرنیا است و ایرانی ترین شهر کالیفرنیا لس آنجلس و ایرانی ترین بستنی این شهر بدون شک بستنی اکبر مشتیه که بریم یه مزه می‌کنیم.
به 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 درود آقایان اکبر مشتی، حال شما خوبه؟ ماشاءالله به تو 100 سال نمیاد. شما از اکبر مشتی واقعا؟ یا فهم مشتی؟ مشتی هم آها مشهدی؟ چه بستنی های مشتی پس اینجا هستش. چی شد اسمی گوشتین اکبر مشتی؟ اینجا قبلاً یه بستنی فروشی آیریش بود، ماگزی ملون بود. اکبر مشتی بستنی معروفی هستش تو ایران و ما می‌خواستیم چیزای معروف اینجا به آمریکایی‌هام آشناشون بکنیم اینا، گذاشتیم اکبر مشتی. در ضمن خودمونم چون مشهدی هستیم یه طوری نزدیک بود دیگه به هم دیگه. بعد تو این 30 سالی که آمریکا بودین بستنی ایرانی چقدر تغییر دادین؟ اینجا وقتی شروع کردم بستنی ایرانی رو درست کردن به همین صورت مزه‌های مختلفی که تو ایران داشتیم اینجا به بستنی اضافه کردم، مثل بهار نارنج رو اضافه کردم اینجا، بستنی انار درست کردم، بعد بستنی زنجبیلی درست کردم اینجا، اون وقت آلبالو، بستنی آلبالو درست کردم با فالوده آلبالو. کم کم چیزایی که تو ایران مرسومه اینجا به بستنیامون اضافه کردیم که مردم آشنا بشن با مزه‌های ایرانی. بستنی اکبر مشتی زیر آفتاب لس آنجلس داریم محک میزنیم، این کدوم زودتر داره آب میشه. فعلا بهار نارنج هنوز خوشمزه مونده، آلبالو اصلا آب نشده و این آدامسه اصلا بیشتر آب شده و بستنی چای سبز و از همه اینا خوشمزه تر بدون شک بهار نارنجه، ولی عجیب تر بدون شک بستنی آدامس بادکنکی. در جستجوی رستوران‌های ایرانی که تو لس آنجلس کم نیستن، با سرآشپز زن ایرانی خانم زهرا مستشاری از رستوران شعله ملاقات کردم. بابا درود خانم مستشاری. واسه سرآشپز ایرانی. بله. چقدر باعث افتخار. متشکرم. بله جوت سلام ارتشی بدم. خیلی خوش اومدید. شما چند ساعت تو آشپزخونه هستین روزا؟ 10 ساعت تقریبا. 10 ساعت؟ بله. سرک می‌کشین بهش میگین چیکار کنم؟ بله. خودت مال کجایی؟ من خودم تهران هستم ولی پدر مادرم اهل تفرش هستن. غذای تفرشی اینجا میتونی مود کنی تو لس آنجلس؟ غذای تفرشی نه. چرا؟ چیزی نمیدونم راجبش. امروز چی میخوام برام بپزی؟ امروز میخوام رکاولم هستش. که میشه دنده کباب. دنده کباب درسته. یه جوری تو کرمانشاه انگار دارن شبیه. بله بله. کرمانشاه لس آنجلس هم. بله. ادویه هاش چی هستش؟ ادویه هاش نمک هستش، فلفل، پودر سیر هستش. پاپریکا هستش اگر دلتون بخواد و زعفرون خواهیم داشت، پودر زعفرون و روغن زیتون و پیاز. حامل گریه. شما گفتیم گریه چند سال اینجا این خارج از کشور؟ من حدود 12 سال هستم. 12 سال گریه می‌کنیم برای ایران. اینقدر به آشپزی علاقه داشتین که اسیرش شدی؟ مثل خیلی‌ها که میان خارج از کشور میگن مجبور شدم. خیلی دوست داشتم. به نظر من آشپزی خودش یه هنر هستش و خیلی دوست داشتم این هنر آشپزی ایرانی رو به جامعه غیر ایرانی نشون بدم. که دادیم فعلا. بله. خوب هستش که بخواد داخل گوشت خوب پخته بشه، ما میتونیم یه قاشی به هر تیکه گوشت بدیم. پایان سفرم از مرکز لس آنجلس رفتم به حاشیه‌اش، به ساحل لس آنجلس، به جایی که مثل شهر بازیه. همه در حال ورزشن، البته اگه بلد باشن، و البته دوچرخه سواری و حتی شعبده بازی. و البته دستور غذا در رستوران. ونیس بیچ خط ساحلی معروف لس آنجلس که قلقل است، پر از دکه‌های غذاست، غذای فوری، و چه غذای فوری‌تر و آمریکایی‌تر از هات داگ و همبرگر.
بشینیم زیر درخت نخل صادراتی بی سایه روبروی اقیانوس آرام توی این بخار اقیانوس داره میوزه، مزه این هاتداگ و هامبرگر آمریکایی تر میکنه. و شاید تعجب کنیم من گیاهخوار چطور دارم این دو چیز رو میخورم که گوشتی هم. جالب اینه که کالیفرنیا به سلامتشون خیلی اعتقاد دارن و میگن که گوشت قرمز کمتر خور. برای این یکی از این دوتا گیاهیه و جون میده واسه من. با اجازه نوش جان. غذای امریکایی که خودم دوست دارم رکاولم هستش که همون کباب دنده هستش. غذای ایرانی هم که البته تچین خیلی دوست دارم. غذای امریکایی استیک که برادرم درست میکنه اونو دوست دارم و غذای ایرانی کبابی که خودم درست میکنم خیلی دوست دارم. غذای مورد علاقه هم ماهیه، اونم ماهی حلبت. آمریکایی‌ها که غذای به خصوصی ندارن، این کشور از خارجی‌ها اومده جمع شده، اما بهترین غذای ایرانی هم برای ما هم برای آمریکایی‌ها چلو کبابه. به نظر من بهترین کباب خوبیده.